آقای امینی، بعد از پخش برنامه هفته پیش، یکی از بینندگان تلویزیون اندیشه که گویا چندان هم دوستدار شما نیست، که البته به نظرم میاد باید دوستدار شما باشن، بله، شکایت کرده که این آقا، یعنی آقای امینی، با نشان دادن یک عکس، بله؟ آقا رو اقلن گفته، آقا رو با قاف نوشتن بود، یعنی شما با نشان دادن یک عکس از چند زن بدون حجاب که در یک خانه روی صندلی نشسته بودند، ادعا کردند که کشف حجاب پیش از اقدام رضا شاه آغاز شده است. سپس این بیننده مدیر تلویزیون و دیگران رو ارجاع داده به نامه‌ای که مدعی است خانمی به نام شهلا وطنخواه از ایران فرستاده و در آن نامه با نقل کردن از کتابی به نام دموکراسی ناقص مدعی است که شما آقای امینی همه پیرامونیان رضا شاه را اوباش و قدار بند خوانده اید. عذر میخوام، این واژه ها در حد به حال کار رادیویی نیست، میبخشید. تلویزیونی رادیویی هست. و نقلی که کردند از شما از کتاب دموکراسی ناقص این است: اصلاحات و نوسازی های رضاشاهی از آنجا که به دست دولتی سرسپرده استعمار و تحت ریاست رذل‌ترین عناصر انجام می گرفت، صورت مسخ شده ای از آرمان ملت ما بود که فریب و ظاهرسازی و غارت و ستم تار و پود اصلی آن را می ساخت. رضا شاه از رذل‌ترین عناصر و قداربند و یاقی بود و محمد رضا شاه جوان هم فرزند همان قداربند و یاقی بود. به نقل از کتاب دموکراسی ناقص صفحات 4 مذرق صفحات 5 120 و 121 کتابی مؤلفش هست الف میم جاوید و این آقا گفتند که دموکراسی ناقص با نام مستعار آقای محمد امینی منتشر شده است. اولا من به عنوان یک نثر نویس قدیمی و نثر شناس، البته ادعای بزرگی است، میگویم که این نثر اصلا نثر آقای امینی نیست. من سالهاست با امینی دارم کار میکنم. آقای امینی، اصلا شما چنین چیزی گفتین، نوشتین، این الف میم جاوید شما، این داستان چیه؟ من اجازه بدید که نخست سپاسگزار شما باشم که امروز بامداد که با هم درباره برنامه گفتگو میکردیم، شما یادآوری کردید که این پرسش رو میخواهید از من بکنید و من فرصتی داشتم که خشم خودم رو فرو بنشانم و در پاسخ به این برحال این حرفایی که زده شده با خشم و برحال بی پرده سخن نگویم. این است که اگر این بامداد امروز به من شما این نوید رو یا این هشدار رو نمیدادید، شاید این برنامه به این آرامی پیش نمیرفت، پاسخهای دیگه میدادم. نخست این است که جناب مهری، پیکره‌ای که به اون اشاره میکنند از هیئت مدیره جمعیت نسوان وطنخواه است و جالب اینجاست که خانومی که به اصطلاح از ایران نامه نوشته و در تارنمای یکی از سوداگران با تاریخ آقای میرفتروس چاپ شده، اسم ایشون هم شهلا وطنخواهه. یعنی من یه خویشاوندی با این جمعیت دارم. اینا بازی‌هایی است که خیلی ها بهش آشنا هستیم، که کسی که مثلا اسم خودش رو میذاره کوروش آریایی، بیگمان اسمش کوروش آریایی نیست، اسمش احتمالاً حسنعلی بوده، فامیلش هم مثلا رمضانی، حالا به صلاح دید روزگار امروز شده کوروش آریایی. ایشون هم
گمان نمی کنم از ایران نوشته باشه. اما اون پیکره که من نشان دادم برای این نبود که نشان بدهم که زنهای ایران در اون زمان همه بی حجاب به خیابان می آمدن. من چنین نه دعوی دارم نه می توانم اصلا چنین سخنی گفته باشم. نمونه ای از کوشش زنان رو داشتیم با هم گفتگو می کردیم پیرامون دستیابی به حقوق. جالب اینجاست که جمعیت نسوان وطنخواه به مسئله حجاب خیلی کم پرداخته و من در برنامه هم به اون اشاره کردم، بیشتر در مورد حقوق زنان در دیگر زمینه ها کار و کوشش می کردند و می کوشیدند که زنها رو متحد کنند، از اونها یک باهمادی، یک گروهی به وجود بیاورند. و خب خود اونها چون زنهای درس خوانده و مدرن بودند در اون دوران، روشن است که در پیکره که از اونها برداشته شده بدون حجاب نشستند. اینکه آیا هنگامی که به لبنیات فروشی و به بقالی می رفتن و یا حجاب رعایت می کردن یا نه، بستگی به شرایط اون زمان جامعه ایران می داشتیم. در این زمینه ها می توان گفتگو کرد. ولی ببینید جناب محی، ما در سیاست می دانیم که بهره برداری افراد می کنند از یا دولت ها می کنند یا گروه های سیاسی می کنند از رویدادها برای به کرسی نشاندن حقانیت خودشان. مثلا امروز ما در ایران میبینیم که با چه کرنا و شیپور و تبل و آواز و شادمانی بسیار از پیروزی ایران در این گفتگوهای برجام و رفع تحریم صحبت میکنند. گویا ایران پیروز شده، امتیاز نداده و همه اینها رو به عنوان دستاورد صحبت میکنند. در حالی که در غرب سیاستمداران مخالف آقای اوباما هم میگویند که دولت آمریکا امتیاز داده، کنار آمده و چیزهایی از این دست. در سیاست ما میتوانیم بپذیریم که شما از برخی از رویدادها بهره برداری بکنید و اونها رو به سود دیدگاه سیاسی خودتون بچرخانید، تبلیغات کنید. اما در راستای پژوهش و تاریخ نگاری و راستگویی با مردم، این شیادی است به راستی که بیایند و پس از این که برای اونها روشن شده که چه کسی کتاب دموکراسی ناقص رو نوشته، هنوز پس از 3 سال که از این نخستین بار که چنین چیزی رو نوشتن گذشته، همچنان به دروغ به مردم بگن که میم الف جاوید، چون میم یعنی محمد، الف هم یعنی امینی، این میم الف جاوید همین محمد امینی است و همچنان رو تکرار کنن. نخستین بار که نوشته ای در این باره در آمد، من نویسنده و رسانه هایی رو که این رو به چاپ رسانده بودند تهدید به شکایت به دادگاه کردم و اون رو رسانه ها برداشتن. ولی این تارنمای این آقا همچنان این رو تبلیغ میکنه و این خانوم که ظاهرا ایران هست ولی احتمالا خود این آقاست، برداشته و این ماجرا رو باز هم داره تبلیغ میکنه. دیگه به این نمیتوان گفت ناآگاهی، به این نمیتوان گفت ناروشنی. این یک نوع بازی با راستی هاست، یعنی دروغ گفتن به مردم. برای اینکه من بارها اشاره کردم، اینک مستند شده که نویسنده کتاب دموکراسی ناقص آقای حبیب تیموری یا حبیب الله تیموری هستند که زمانی که من وارد آمریکا شدم و برای درس خواندن به برکلی رفتم، ایشان اونجا بودند و در اون هنگام 20 و اندی سال از من بزرگتر بودند. من در اون هنگام 18 سالم بود و ایشون به حال درس خوانده بودند و سپس به ایران هم بازگشتند و در ایران هم کارهای بسیار ارزشمندی در زمینه ترجمه کردن، گویا در زمینه حسابرسی کار میکردند و چندین سال پیش هم گمان میکنم نزدیک به 6 سال یا 7 سال پیش هم در تهران درگذشتن. این کتاب رو ایشان نوشتن. هنگامی که کتاب منتشر شد من 21 یا 22 سالم بوده و هنوز در سن و سال پژوهشی نبودم، هنوز به کار پژوهش نپرداخته بودم، آشنا با فرایندهای پژوهش نبودم، آشنا بودم با کاری که ایشان انجام میدهند. رفته بودند در واشنگتن و روزنامه های سالهای 20 و 32 رو مطالعه میکردند، آشنا با ایشان بودم. ولی در نوشتن این کتاب یا در نظریه پردازی پیرامون این کتاب، نه تنها
هیچ جایگاهی نداشتم، هیچ بخشی از این کتاب هم پیش از چاپ به دست من نرسیده و من نخستین بار این کتاب رو پس از انقلاب دریافت کردم، خیلی سالهای پس از اون. و گویا چند جلد این کتاب هست و اون گروهی که بنا بوده این کتاب رو منتشر کنه تنها یک جلد از این کتاب رو با تغییراتی منتشر کرد تا اونجایی که من آگاهی یافتم به دلیل کار پژوهشی خودم. ولی اینکه امروز همچنان کسی بیاید و برای بدنام کردن من، چون اینجا دیگه بخوان بدنام کنن، وقتی نامه می نویسن برای مدیریت تلویزیون اندیشه و از این واژه ها استفاده می کنن که من گویا گفتم که محمد رضا شاه و پدرش هر دو جز به اراذل بزرگترین اراذل اوباش تاریخ ایران بودن، که می دانن من از چنین واژه هایی اصلا بهره نمی گیرم، برای نه تنها بدنام کردن بلکه به گونه ای خوشرخصی است و این کار کار بسیار بسیار نادرستی است، کار رسوایی است، کاری است که چون نویسنده میداند که دروغ میگوید واژه‌ای جز شیادی بر او نمیتوان گذاشت. این کاری که نویسنده نمیداند که دروغ میگوید، خب میگوییم که کژراهه رفته، نادرست گفته، ولی نویسنده چون میداند که دارد دروغ میگوید و این کتاب رو من ننوشتم، همچنان اصرار میکند که این کتاب رو به من ببندد، خب نشان از این است که یک درماندگی در این اندیشه ها وجود دارد. من به این نمیتوانم زیاد پاسخ بدهم، اما روشن است که من هرگز در بررسی های خودم نگفتم که هیچ در گذشته هیچ نقشی مثبتی، کار مثبتی در دوران رضا شاه یا محمد رضا شاه روی نداده. این کسانی که بر روی با این انبوه کارهای من آشنا هستند، خوشبختانه هنگامی که شما در این دوران چیزی می‌نویسید یا منتشر می‌کنید یا در رسانه‌ها گفتگو می‌کنید، اینها می‌ماند، اینها از بین نمی‌ره. و خوشبختانه چون اینها مانده، می‌دانند که من با چه فرهنگی و با چه زبانی درباره تاریخ ایران داوری می‌کنم. منی که هنوز در مورد آقای خامنه‌ای با واژه آقای خامنه‌ای از ایشان یاد می‌کنم، دیگه من نمی‌توانم چنین واژه‌هایی رو در مورد رضا شاه و محمد رضا شاه ازش بهره گرفته باشم. حالا اینکه آیا در دورانی در زندگی انسان تندروتر از امروز میاندیشیده یا نه، تردیدی در اون نیست. همین کسی که این تارنما رو داره خودش عضو سازمان فدائیان بوده و حتما در اون دوران به گونه دیگری در مورد دولت محمد رضا شاه میاندیشیده که امروز میاندیشه و ایرادی هم نداره. افراد دگرگون میشن و این دگرگون شدن بیشتر شاید خوشایند باشه، ولی به هر حال. اما آنچه که من در برنامه گفتم و پافشاری میکنم در این است که فرایند برکنار رفتن حجاب در ایران، یا برکنار رفتن حجابی که فرهنگ جامعه ایران بر مردم چیره کرده بود و رضا شاه آمد یه گامی رو برداشت، حالا این گام بررسی خواهیم کرد چه جنبه‌هایی از اون مثبت و چه جنبه‌هایی منفی بوده، یک شبه نبوده. این نبوده که یک باره رضا شاه وقتی به ترکیه رفته بازگشته و تصمیم گرفته که کشف حجاب بکنه و هیچ کوششی پیش از اون صورت نمی گرفته. این مانند این است که ما بیاییم و بگوییم که تمام ملی شدن صنعت نفت ایران به کوشش دکتر محمد مصدق بوده، که می دانیم یک جنب و جوش اجتماعی بوده و کسان بسیاری در اون درگیر بودند و پیشینه تاریخی داره. و به همین ترتیب هم در مورد کارزارهای مربوط به حقوق زنان هست که دست کم 40 سال، شاید هم 50 سال پیش از رویداد معروف به کشف حجاب یا ظاهر شدن رضا شاه در جشن معروف دانشگاهی، دانشسرای عالی، پوشش دانشسرای عالی بود یا مقدماتی؟ معروف بود اون موقع به دانشسرای عالی، ولی خب شاید هم اسمش به اعتراض گردون شده. ولی در اون رویداد معروف به 17 دی، حالا جاش اونقدر مهم نیست یا محل نامش شاید گردون شده باشه، ولی به هر روی در اون دوران به عنوان دانشسرای عالی میشناختن. این واقعیت این است که دست کم 50 سال پیش از اون ما با چالش و کوشش آزادی خواهان ایران از زن و مرد و در آغاز هم بیشتر از سوی مردان و سپس زنهای آگاه شده به حقوق خودشان
در مورد اینکه سن ازدواج نباید 9 سال باشد، زن نباید چند همسری رو بپذیرد، آزاد باید باشد از فشار همسر، کتک نباید بخورد، حق سفر باید داشته باشه، از همه اینها مهمتر حق آموزش باید داشته باشه. در واقع یکی از نخستین درخواست های زنان بود و سرانجام به کوشش برای جلوگیری از حجاب اجباری، آزاد بودن زن در گزینش پوشش، اینها یک چالش 40-50 ساله در تاریخ ایران بوده و در 17 دی آغاز نشده. کسانی که میخواهند بگویند که هیچ کاری در ایران انجام نشده، همه چیز در 17 دی آغاز شده، به این چالش و زحمت و کوشش و جانبازی زنهای ایران و مردهای روشنفکری که از اونها حمایت میکردند کمبه ها میدن، اونها رو کنار میگذارند و میگویند خیر، ما ایران یک کشوری بودیم بسیار بسیار واپسمانده که بودیم و یک بار مردی پیدا شد به نام رضا شاه و او بود که حقوق رو به زنان داد. هیچ کس دیگری در این راستا کاری نکرده و اصلا تاریخ رو باید فراموش کرد. اون پیکره‌ای که من نشان دادم برای این بود که نشان بدهم که چنین نیست. ما با کوشش گسترده زنان ایران در درازای تاریخ روبرو بوده ایم، درازای تاریخ معاصر دست کم، و یکی از برگ‌های تاریخ رویداد کشف حجاب و 17 دی ماه هستش. آقای ابنی، نشانه های از شور و علاقه پیشا پیش لایه های از جامعه آن روزی ایران برای کشف حجاب در دسترس هست؟ بسیار زیاد. ببینید، با شور وقتی باید گفت که کوشیده شده برای که یا کوشیدن که اینها رو پنهان کنند، چه اونهایی که دشمن آزادی زن در چه راستای حجاب چه حقوق دیگر بودند و چه کسانی که کوشش میکردند که همه تاریخ جنب و جوش زنان رو به دو رویداد خلاصه کنند، یکی 17 دی و دیگری انقلاب سفید دوران محمد رضا شاه، و بگویند هیچ چیز دیگری بوده در تاریخ ایران نبوده و اصلا زنها جنب و جوش مستقلی در این راستا نداشتند. از کجا ما میتوانیم دریابیم که زنان در این راستا کار کوشش کردن؟ از دو راه. اسنادی که در راستای کوشش زنان برای دستیابی به حقوق در دست ماست و خیلی ها امروز در دست ما نیست، ولی از اونها مهمتر اسنادی که در نقد به این کوشش زنان در دست ماست. اجازه بدید مثال برای شما بزنم. شما اگر در یک کشوری زندگی کنید که میزان جنایت خیلی در اون اندک هست، میزان دزدی بسیار اندک هست و مردم در یک آسایشی زندگی میکنن، با یک گفتمان جدی اجتماعی برای کاهش جنایت روبرو نیستید، چون دلیلی وجود نداره که کسانی بیایند و به پدیده‌ای بپردازند که زمینه‌ای در این مورد در جامعه نداره. مانند این است که من هر بار که با شما صحبت میکنم به شما تذکر بدم که خب آقای مهری بد نیست آدم ریشش رو بزنه. خب شمایی که ریش ندارید چرا من باید هر بار به شما این تذکر رو بدم؟ اگر در تلویزیون با تحریش ظاهر بشید خب شاید این تذکر بد نباشه. یا مانند این است که آقای کاردان به من و شما که در هیچ برنامه‌ای بدون کراوات حاضر نشدیم بخشنامه صادر کنم و بنویسن که آقای امینی، آقای مهری در تلویزیون اندیشه مراعات رخت و لباس و پوشاک تلویزیونی رو بکنید. البته همچین مراسمی در تلویزیون اندیشه نیست، ولی به عنوان نمونه میگم. حالا برگردیم به تاریخ. 40 سال پیش از روز 17 دی، 40 سال پیش از دی ماه 1314، ابوالحسن میرزای قاجار که یکی از برجسته ترین منادیان و اندیشه ورزان و متفکران فکر اتحاد اسلام بوده، در رساله اتحاد اسلام، در رساله که درباره اتحاد اسلام می‌نویسه، انتقاد میکنه به کوشش هایی که برای کمبها نهادن یا کم کردن حجاب وجود داره. این مربوط میشود به 1274 خورشیدی و میگوید این اعتراضات محجوبین، می‌نویسد این اعتراضات محجوبین به مسئله حجاب یک کار کفرآمیز است. خب
کسی که اگر اعتراضی به مسئله حجاب وجود نمی داشته، کسی که در مورد اتحاد اسلامی نویسه 40 سال پیش از کشف حجاب که به این نمی پردازه. نمونه های دیگری هم من برای شما بیاورم. رساله ای هست که در سال 1297 خورشیدی، ببخشید 93 خورشیدی، یعنی 31 سال پیش از رویداد کشف حجاب، از سوی فخرالاسلام نوشته شده که اصلا این رساله درباره حجاب هست، درباره اینکه چرا حجاب در کشور ما لازم هست و چرا خانم ها باید از این فتنه بر کنار نهادن حجاب کنار جویی کنند. خب معنا چیست؟ کسی دارد از میان روحانیان تذکر میدهد که ای زن مسلمان، شما باید حجاب رو رعایت کنید. چرا میگوید؟ چون اینجا و اونجا گفتگوهایی بوده در مورد اینکه حجاب شاید مراعات نشود. البته در سروده های شاعران ایرانی در اون دوران، ایرج میرزا، عارف، عشقی و دیگران، ما نمونه های زیادی رو میابیم از 1298 به این سوی 97-98، خیلی پیش از اینکه اصلا رضا شاه در سپهر سیاست ایران پیدا بشود، که به موضوع حقوق زن و از جمله حجاب میپرداختن. چرا حجاب؟ چون حجاب یک نمادی بوده، یک گفتگوی نمادین بوده، نقد به حجاب از واپسماندگی زن ایرانی، به ویژه اینکه در سالهای 1300 تا 1323 خبرهای دگرگونی های ترکیه به ایران میرسه و این دگرگونی های ترکیه در ایران همون گونه که در مورد مسئله جمهوری تأثیر داره، در مورد حجاب هم تأثیر داره. چون میدانید که یکی از نخستین کارهایی که آتاتورک کرد کنار نهادن اجبار در حجاب بود و پس از اون هم اجبار در کنار نهادن حجاب دست کم در ساختارهای دولتی. این جالب اینجاست، کتابی هست جناب مهری، روزنامه خاطرات عین السلطنه، قهرمان میرزا سالور. فکر میکنم یکی دو بار هم در این باره با هم صحبت کردیم، درست میگم؟ درست. بله. این از این کتاب ببخشید، این عین السلطنه برادرزاده ناتنی ناصرالدین شاه از 11 سالگی تا اندکی پیش از درگذشتش روزنامه خاطرات داشته. درسته که 10,000 صفحه نوشته؟ بله، 10 جلد، در جلد 10,000 صفحه. و این به راستی کوشش ایرج افشار، یکی از کارهای برجسته ایرج افشار و البته فرزند ایشان محسوم سالور هست که این کتاب رو در آوردن و کتاب بسیار ارزنده است برای آگاهی و آشنایی از تاریخ ایران. تاریخ ایران از زمان شاید از یک چهارم پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه تا آغاز پادشاهی محمد رضا شاه روزانه خاطرات نوشته. در جلد نهم این کتاب که به رویدادهای سال 1303 مربوط می شود و کتاب رو من اینجا آوردم که همیهنان ببینند، بخش هایی دارد در مورد انجمن های ضد حجاب. یعنی می گوید دوباره سر و کله این انجمن های ضد حجاب در تهران پیدا شد. ببینید، انجمن ضد حجاب در سال 1303 خورشیدی وجود داشته که عین السلطنه قهرمان میرزا سالور دربارش نوشته. اون که دلیل نداره که اینها رو جعل کنه. طرفدار جنبش چپ ایران که نبوده، دشمن رضا شاه که نبوده، اتفاقا طرفدار رضا شاه هم بوده در دورانی که در دوران رضا شاه میزیسته و هیچ دلیلی برای اینکه به این بپردازد نداره و میگوید که انجمن‌های ضد حجاب پدیدار شده و نقد میکنه از این انجمن‌های ضد حجاب، طرفدار اونها نیست و میگوید که چنین پدیده‌هایی پیدا شده و اینها ارمغان فرهنگ غرب هستش در ایران. خب میدانید که خیلی پیش از این که در ایران، 7 سال پیش از این که در ایران کشف حجاب صورت بگیره، در افغانستان این کار انجام شد. پادشاه افغانستان که هفته پیش هم به اون پرداختیم با همسرش ملکه ثریا، در برگشتن از اروپا به ایران بدون حجاب همسرش زاده شد و این خبرها به ایران میرسید. اونجا براش افتادن مثل که بله، هنگامی که خبر
یا هنگامی که زمانی که سفر کرده بود پادشاه افغانستان به ایران، ملک الشعرای باهاش شعری درباره حجاب سروده که نشان میداد این گفتگو در میان روشنفکران وجود داشته. میگوید نشود منقطع از کشور ما این حرکات، تا که زن بسته و پیچیده به چادر باشد. حفظ ناموس ز معجر روسری، ز معجر نتوان خواست بها، که زن آزادتر اندر پس معجر باشد. این از سرودهای بسیار زیبای ملک الشعرا بهار، محمد تقی بهار ملک الشعراست، در سال 1307، 4 سال پس از زمانی که عین السلطنه قاجار گزارش میداد که انجمن ضد حجاب به وجود آمده. البته یکی از مهمترین انجمن های ضد حجاب رو یک زن و شوهر به وجود آورده بودند، خانوم دختر میرزا حسن رشدیه به نام شهناز، شهناز مقدم مراغهی، و همسرش مقدم مراغهی که نامه پارسی رو بیرون میداد. او اصلا شرط ازدواجشون این بوده که همسرش گفته پس از این باید تو حجاب رو کنار بگذارید و ما باید کوشش کنیم برای کنار نهادن حجاب در میان زنان ایران. و اونها انجمن ضد حجاب درست کردن و 3 بار هم به دلیل نشست هایی که برگزار کردن از سوی شهربانی اون زمان دستگیر شدن، چه در دوران پیش از پادشاهی رضا شاه زمانی که ایشان نخست وزیر بودن، و سپس در دوران پادشاهی ایشان. یک نمونه دیگر چون پرسیدید خدمتتون بگم این است که در سالهای 1306 تا 1309 ما با دست کم 30 رساله در نقد به بیهجابی از سوی روحانیان و کسانی که به هر روی هوادار حجاب بودند روبرو هستیم، که نشان میدهد که گفتمانی یا گفتگویی در جامعه ایران یا جریانهایی در جامعه ایران درباره حجاب وجود میداشته که آخوندهای نامآور رو وامی دارد که به مسئله حجاب بپردازند. من چند نمونه نام چند رساله رو در اینجا برای بینندگان گرامی فقط میخوانم. رساله وجوب حجاب از محمد صادق ارومی به نام فخرالاسلام. صدور الجلباب فی وجوب الحجاب از آرتالله بلادی بوشهری. رساله شریفه لزوم حجاب، این رو چند نفر نوشتن، نام 5-6 نفر در زیر اون هست، یعنی چندین نفر در این مورد. رساله رد کشف حجاب سید اسدالله خرقانی. فلسفه حجاب ابو عبدالله زنجانی. سباب الخطاب فی اتقان الحجاب مرندی خویی، محمد هاشم مرندی خویی. حجاب پرده دوشیزگان محمد حسن حائری مازندرانی. لباب الباب فی فلسفه الحجاب علی اکبر رضوی برقی قومی. جوابیه مقاله زاله طالبین رفع حجاب زینب بیگم شیرازی. اینا نمونه های بسیار بسیار اندکی است که فکر کردم در اینجا برای شما بیاورم. در سال 1311 شیخ ذبیح الله محلاتی در به عنوان دلیل اینکه چرا کتاب کشف الغرور رو درآورده می‌نویسد که در قرن اخیر که فلحال سنه 1350 است، یعنی 1111 خورشیدی است، مرگ تازه از برای اسلام و مسلمین روی داده. در گوش و کنار زمزمه کشف حجاب به گوش میرسد. 1111، 3 سال پیش از اون بخشنامه معروف و گرد همایی در اون مراسم معروف 17 دی. و نظمن و نسرن مرام خود را میخواهد در کله های مردم تزریق بنماید. همین زمان، تنها برای اینکه نمونه این ور هم گفته باشم، در سال 1109 پیش از اون هم خانومی به نام زندخت، خانم دختر فخرالملوک شیرازی، زندخت شیرازی که تکفیر شده بود از سوی آخوندهای شیراز، به تهران میاد و در تهران روزنامه منتشر میکنه، مجله دختران ایران رو منتشر میکنه،
و یکی از سروده های زیبای اوست. خیلی هم طرفدار رضا شاه بود، سخت طرفدار رضا شاه بود و اون رو مردی میدانسته که ایران رو بلند خواهد کرد. میگوید که بکر این 1309 یعنی 5 سال پیش از کشف حجاب، بکشا چشم و تماشا بکنه ای دختر، ای دختر شهر، بکشا چشم و تماشا بکنه ای دختر شهر، سعی مردانه زنهای اروپایی را. این است که نمونه های از این دست رو، نمونه های از کوشش زنان برای دست به حقوق و از جمله در نقد به حجاب رو ما در تاریخ میتوانیم بیابیم. خب دوستانی که به این مسائل نقد دارند یکی دو ماه دیگر به من پروانه بدهند. کتاب حجاب که من مدتی سو رو نوشتم و اینک تنها در حال زیرنویسی بر اونها هستم منتشر خواهد شد و تاریخ کوشش زنان ایران رو برای دستیابی به آزادی پوشش در اختیار همیهنان گرامی قرار خواهد. ممنونم آقای امینی. ممکنه آقای امینی شمه‌ای از آنچه در برنامه های 2 هفته گذشته درباره کوشش زنان برای دستیابی به حقوق و از جمله حق آزادی از حجاب مطرح کردید و برای بینندگان ما توضیح بدهید؟ البته خلاصه من در 1 دقیقه 2 دقیقه فقط این رو تنها بیان می کنم. اشاره من در این بود که از هنگامی که زن ایرانی مانند مردان روشنفکر ایران به دنیای مدرن نگاه کردند و به پدیده‌ای به نام حقوق انسان پی بردند، مسئله حقوق زن برای اونها مطرح شد. در زمینه حقوق زنان نخستین چالش مردان و زنانی که برای حقوق زنان کوشش می‌کردند حجاب نبود. حجاب شاید بتوان گفت که یکی از پدیده‌های دیررس به این چالش بود. نخستین کوشش برای حق آموزش زنان بود. هنگامی که آموزش یا آموختن به جامعه ایران، آموختن مدرن به جامعه ایران رسید، مثلا دارالفنون گشوده شد و سپس دبستان‌های نو به وجود آمد، دختران ایرانی از آموزش محروم بودند و تنها می‌توانستند به مکتب‌خانه‌ها و کسانی که باجی خانم بودند و اونها می‌توانستند درس دینی بدهند، درس قرآن بدهند، با اونها در واقع می توانستند گفتگو کنند یا در واقع در با اونها از راه اونها می توانستند خواندن و نوشتن یاد بگیرند. و اینجا و اونجا هم زنها و دخترهای خانواده های توانای ایران، خانواده های اشرافی ایران توانستند با آموزش نو آشنایی پیدا بکنند، ولی روی هم رفته مسئله آموزش مسئله اصلی بود. سپس که مجلس شورای ملی گشوده شد، حق رأی زنان مطرح شد. اینکه چرا زنان نمیتوانند حق رأی داشته باشند. یکی از پیشگامان این چالش خانم امید بود. خانمی که روزنامه شکوفه رو بیرون میداد، دومین روزنامه زنانه ایران، و در اونجا چالشی آغاز کرد برای اینکه گروهی از زنان رو مردان به اونها رأی بدن. یعنی آمد یه لیستی داد گفت حالا که زنها حق رأی ندادن، شما مردانی که طرفدار حقوق زنان هستین به اینها رأی بدین. روزنامه رو توقیف کردن در دوره پس از مشروطه، یعنی در میان مجلس اول دوم. و سپس هم کوشش های دیگری در زمینه حقوق زنان در راستای روابطشون با همسرشون یا پدرشون به وجود آمد. حجاب بخشی از این چالش بود و میتوان گفت که ما با کوشش چندانی در دوران پادشاهی رضا شاه برای دستیابی به حقوق خانواده تا 1318 روبرو نبودیم. برای نخستین بار که پاره‌ای از حقوق در زمینه خانواده به زنان ایرانی داده شد، مانند بالا بردن سن ازدواج، در سال 1317 و 18 بود و تنها در سال 1314 بود که این کوشش برای کشف حجاب آغاز شد. البته پیش از اون هم زنان خودشون در سازمان ها و گروه های اجتماعی تلاش های زیادی رو برای دستیابی به حقوق میکردن، ولی روی هم رفت در دوران رضا شاه علاقمندی زیادی به اینکه مردم متشکل باشند
وجود نمی داشت، بیم و حراس داشتن از اینکه حتی زنها کنار هم قرار بگیرن، و همین دلیل هم یک یک روزنامه های زنان در این دوران رفته رفته تعطیل شد، بسته شد، و حتی کسانی مانند خانم صدیقه دولت آبادی یکی از نخستین زنان ایرانی است که پس از سال 1306 هنگامی که در سوربن درس خوانده بود به ایران بازگشت، بدون حجاب به خیابان آمد و خیلی پیش از 1314، 8 سال پیش از اون، حتی خود خانم صدیقه دولت آبادی هم به کار گرفته نمیشد، یعنی به بازی گرفته نمیشد آنچنان. و گروه های زنان نه تنها به دلیل فشار دولت فقط نبود، جامعه مردانه ایران با کار و کوشش اونها زیاد سازگار نبود، علاقمند نبودن که زنها در سپهر اجتماعی درگیر بشوند. این یک کوشش سازمان یافته دولتی رو نیاز داشت. از این منظر باید گفت که کاری که در 17 دی انجام شد کار برجسته می بود، یعنی از این منظر که پادشاه مملکت آمد و یک نمونه ای برای کشور گذاشت، و خودش و همسرش، همسر بدون حجاب همراه با وزیران و همسران اونها بدون حجاب آمدن و گفتن که بی حجاب بودن بی عفتی نیست، بیرون رفتن از حرمت روابط زن و مرد نیست، چیزهایی که در اون دوران در فرهنگ جامعه ما خیلی به اونها بها میداد. جناب آقای امینی، واکنش های مثبت و منفی نسبت به کشف حجاب در دوران رضا شاه چه بوده؟ در بسیاری گزارش ها خوانده ایم که در خیابان ها به زور چادر از سر زنان بر می داشتن. بله. آیا چنین بوده یا اینها بخشی از تبلیغات ضد رضاشاهیه؟ ببینید، این زوری که برای کنار نهادن چادر در خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران آغاز شد، به ویژه تهران، بخشی از اون مدل مدرنیته از بالا بوده، یعنی تنها در مورد حجاب نیست که این کار انجام شد. اصلا نخستین بار که کسانی به این اندیشه افتادن که شاید رضا شاه در سودای کنار نهادن حجاب زنان هست، هنگامی است که فکر رخت متحدالشکل یا لباس متحدالشکل به مجلس معرفی شد و بحث بزرگی در مجلس در گرفت. میدانید که در سال 1306 و 1307 بحث گسترده‌ای در ایران در مورد رخت متحد و شکل در گرفته بود و اجباری کردن که افراد باید رخت متحد و شکل داشته باشند. سپس اون قانونی که تصویب شد در مورد اینکه کسانی که رخت دینی بر تن دارند باید جواز داشته باشند، باید اجازه رخت دینی داشته باشند، آن هم باز یک کوششی از بالا بود. البته این رو من باید بیافزایم، برخی از دگرگونی ها در جامعه جز از فشار از بالا شدنی نیست، یعنی من نمیتوانم خورده بگیرم که چرا در اون زمان کوشیدن که مردم رو وا بدارن که رخت مدرن تنشون کنن. البته در همون زمان هم حتی نسبت به رخت متحد و شکل یک واکنش های وجود میداشت و بخشی از اون هم در این بود که مردم زمان آمادگی برای این رو نیافته بودن. و حتی زندیات کسروی از این صحبت میکنه، هنگامی که در داور در عدلیه آمد و رخت مدل اروپایی رو، فرانسوی و انگلیسی رو در دادگاه های ایران جاری کرد، چون میدونید در دادگاه های آمریکا چنین نیست، ولی در دادگاه های فرانسه و بریتانیا وکیل مدافع و قاضیان باید با رخت رسمی شرکت کنند. یک رده های سیاه هستش و بر اساس اینکه چه درجه غذایی دارند رنگ های مختلفی بر حال بر کلاه یا بر رده های اونها آویزان هست. در بریتانیا که حتی باید کلاهگیس مصنوعی بر سر داشته باشند، یعنی گیسوان بزرگ بلندی داشته باشند مردانی که به دادگاه میان. این جزء رسومی است که به ایران هم آمد و داور این رو اجباری کرد. کسروی می نویسد که برخی از کسانی که وکیلانی که به دادگاه می آمدند به دلیل توانایی هایی که داشتند، نفوذی که داشتند، رخت رسمی نمی پوشیدند، چون او در واقع رئیس کل بدایت تهران بود. و سپس می گوید برخی هم پول نداشتند برن رخت
رسمی بخرم. ولی به هر روی کوششی از بالا انجام شد و مسئله کشف حجاب هم بخشی از این بود. یعنی تا اونجایی که این کشف حجاب به یک نمونه گذاری در جامعه مربوط میشد و شاید میتوان گفت اگر میآمدن و میگفتن که شرکت در کار دولتی یا آمدن به وزارتخانه ها با حجاب ممنوع است مثلا در این زمینه، خب میتوانم بفهمم این رو. ولی جامعه‌ای که با یک فرهنگ مردانه پدر سالارانه روبرو بود و مردان جامعه حاضر نبودند زن خودشون، خواهر خودشون، دختر خودشون رو بدون حجاب به خیابان ببرن، چون فکر میکردن نگاه مردان به زن بی حجاب یعنی بی عفتی، یعنی زن اونها فاسد شده، خب فقط مربوط به آخوندها نبود، خیلی مقاومت جدی در جامعه ایران ایجاد شد. تا اونجایی که مهدی قلی هدایت دراز مدت ترین وزیر، نخست وزیر ایران پیش از مرحوم هویدا در دوران پس از مشروطه که 6 سال و نیم نخست وزیر رضا شاه بود، همسر خودش رو دیگه از خانه خارج نکرد. یعنی هیچ همسر او تا شهریور 20 خانه نشین بود. خیلی ها این گونه بودند، خیلی از زنها حاضر نبودند به بیرون بروند، چون خود زنها باور داشتند که کنار نهادن حجاب اونها رو به جهنم میبره، بی حرمتی است، جنگ با سید شهدا است، چیزهایی که بر روی در میان مردم روان و رایج بود و پذیرفته بود، پذیرفته شده بود به طور کلی. این است که کوشش رضا شاه ستودنی است از این جهت که در برابر چنین ارزش‌های ایستاد. ولی اینکه آیا پاسبان نادان و بی سواد اون زمان می توانست مجری مدرنیته در جامعه ایران باشد، برای من پرسش برانگیز است. گزارش‌های زیادی از اون دوران باقی مانده، گزارش‌های ساختگی هم نیست، شاید در دوران کنونی درباره اونها گزافه گوی شده باشد، که بر روی در این جای گفتگوی است که وظیفه جلوگیری از حضور زنان رو با حجاب در خیابان ها و در اداره های دولتی به پاسبان ها و ژاندارم ها در حتی روستاها واگذار کرده بودند که خیلی جا اجرا نمی شد. واقعیت این است که اجرا نشد، ولی به هر روی یک کوشش از بالا بود، شاید می توانست به صورت بهتری انجام بشود. ولی چون مدل ترکیه رو در برابر خودشون قرار داده بودند، با شتاب چنین کردند و پیامدهای مثبتی هم داشت. بزرگترین پشتیبانان چالش کشف حجاب در ایران زنان بودند. اون گروه‌های از زنان که سالهای درازی برای دستیابی به حقوق کوشش کرده بودند، حتی اونهایی که محروم شده بودند از ساختارها و سازمانهای خودشون در دوران رضا شاه، به پشتیبانی از کار و کوشش رضا شاه برخواستند و خیلی از اونها به جایگاه بلند رسیدند. و خانم صدیقی دولت آبادی در کانون بانوان و در انجمنهای پس از اون بسیار بسیار کوشا بود. بسیاری از خانمهایی که در همین جمعیت نسوان وطن خواه درگیر بودند، پس از ماجرای کشف حجاب و آزاد شدن زنان در کنار نهادن حجاب، بسیار فعال بودند و پشتیبان بسیار جدی رضا شاه در این زمینه به شمار می آمدند. آخرین سوال آقای امینی، 3-4 دقیقه وقت داریم. سوال این است که روی هم رفته شما پیامد آنچه را که به 17 دی نام آور شده چگونه بررسی میکنید و آینده حجاب رو در ایران به خصوص چگونه میبینید؟ ببینید، من این دیگر به بررسی تاریخی مربوط نمیشود، این یک داوری شخصی من هست، یعنی داوری است که به اون رسیدم که میزانی از زور و فشار از بالا برای دگرگونی های اجتماعی ضروری است. در این جای گفتگو نیست که ما نمیتوانیم تنها از راه آموزش جامعه رو دگرگون کنیم. اجازه بدید که مثل نمونه ای رو برای شما بیارم. این که پدر و مادر نباید فرزندشون رو کتک بزنند، خب بخشی از اون آموزشه، ولی این خانواده هایی که از کشورهای مانند ترکیه یا از روستاهای ترکیه یا سوریه یا کشورهای دیگر مثلا به آلمان مهاجرت میکنن، اینها چه بسا در آغاز کار بچه خودشون رو کتک میزنن.
و این قوانین پلیس آلمان، قوانین اجرایی آلمان، قوانین حقوقی آلمان هست که جلوی رفتار اونها رو میگیره و اونها رو مجبور میکنه که فرزندشون رو کتک نزنن. میزانی از زور در دگرگونی های اجتماعی لازم هست، اما اگه همه دگرگونی های اجتماعی تنها به زور محدود بشود، این دگرگونی ها ماندگار نخواهد. گرفتاری ماجرای کشف حجاب در این است که آغاز بسیار نیکی داشت، یعنی اینکه پادشاه کشور در پیامد سفر به ترکیه پی برده باشه که ما پس قافله هستیم و باید گام هایی برداریم برای دستیابی به آزادی زنان، از جمله آزادی زن از حجاب، چون بخشی از حقوق زن هست، آزادی از چنگال به هر حال این حجاب اجباری، اجباری که تنها اجبار دولتی نیست، اجبار اخلاقی جامعه است، اجبار فرهنگی جامعه است، کار بسیار بسیار نیکی بود. اینکه در پیامد اون به اندکی بیش از نیاز به زور برای اجرای این قانون متوسل شدن، می توانم بگویم که واکنش های منفی در جامعه داشت. در دوران پادشاهی محمد رضا شاه، از آغاز شهریور 20 تا انقلاب 57، که اجباری در حجاب نبود، یعنی نه کشف حجاب اجباری بود نه حجاب اجباری بود، ما با کنار رفتن خیلی بیشتر در کنار رفتن حجاب خیلی بیشتر در میان زنان ایران روبرو بودیم. اصلا شما می رفتید به مثلا به دریای مازندران، در ساحل دریا در جنوب ایران، زنانی بودند با رخت کامل در دریا می رفتن، ولی بیشتر زنها هیچ گونه رخت مذهبی تنشون نبود، مانند اروپایی ها رخت می پوشیدن. و در شهر تهران که من و شما زندگی می کردیم، در شهرهای دیگر که من و شما سفر کردیم، زنها آزادانه برخی حجاب داشتن برخی نداشتن. در دوران محمد رضا شاه که اجبار نبود در میان، حجاب بیشتر از دوران کشف حجاب اجباری به کنار رفته بود. من آینده رو خیلی بهتر می‌بینم، چون با این حجاب اجباری که در این 37 سال بر مردم و زنان ایران تحمیل شده و واکنشی که زنان ایران بر این فشار، بر این رختی که بر اونها پوشاندن، اجباری که بر اونها ایجاد کردن می‌بینن، برخلاف دوران گذشته که حجاب یک پدیده عقیدتی، فرهنگی، مذهبی، شاید اخلاقی به سیاسی تبدیل شده و در نتیجه کنار نهادن حجاب، حالا با کنار نهادن روسری تا میانه سر، من میگم روسری دکولته، به یک واکنش مبارزاتی میان زنان تبدیل شده. و می توانم بگویم که شاید ما در میان کشورهای اسلامی زمینه بدحجاب ترین و زمینه های بیحجاب ترین جوامع رو داریم، و از این لحاظ باید به زنان ایران که در این زمینه در پیشا پیش همه ایستادند و کوشش و چالش کردند، به راستی باید شاد باش بود. آقای امینی، میگویند ایران کشور ممکنهای ناممکن و ناممکن های ممکن است. شدنی های ناشدنی و ناشدنی های شدنی. خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید. خب همیهنان گرامی، بعد از سپاس از آقای امینی گرامی، از شما سپاسگزاری میکنم که به این برنامه توجه فرموده اید، و با سپاسمندی از کارگردان برنامه. شب و روز همگی خوش.